ساعت 5:30 بامداد اینجا در لندن، 8 صبح تهران هست. الناز کیانی هستم. سخت خبرها. ورود تانک‌های اسرائیلی به رفح در جنوب غزه. وزارت خارجه قطر میگوید پاسخ حماس به پیشنهاد آتش بس مثبت است و مذاکرات امروز از سر گرفته می‌شود. اعتراف فرمانده نیروی انتظامی به مقاومت فراگیر زنان مقابل تحمیل حجاب اجباری. احمد رضا رادان میگوید عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت در جامعه سرریز شده است. درخواست کمیسیون آمریکایی برای آزادی مذهبی بین المللی از دولت بایدن برای تحریم بیشتر جمهوری اسلامی. این نهاد میگوید جمهوری اسلامی با اعمال حجاب اجباری در پی سرکوب همه اقشار جامعه است. تجمعات گسترده بازنشستگان مخابرات در یک دوشنبه اعتراضی دیگر. معترضان بار دیگر در بیش از 12 شهر ایران به خیابان آمدند. همچنین در ادامه این بخش خبری، گفتگوی مقام‌های آمریکایی با مالزی و سنگاپور درباره نقض تحریم‌های نفتی تهران. بخش بزرگی از نفت تحریمی ایران در آب‌های آسیا کشتی به کشتی می‌شود. خوش آمدید. یک مقام امنیتی فلسطینی و یک مقام مصری به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که تانک‌های اسرائیلی تا 200 متری گذرگاه رفح پیشروی کردند. آکسیوس هم به نقل از دو منبع گزارش داده نیروهای اسرائیلی در تلاشند تا طی چند ساعت آینده گذرگاه رفح را تصرف کنند و با همکاری ساکنان غزه بر کمک‌های ورودی از رفح نظارت کنند. یک منبع دیگر هم به آکسیوس گفته اسرائیل می‌خواهد با کنترل گذرگاه رفح توانایی اصلی حماس را در نشان دادن اینکه بر غزه حکومت می‌کند از بین ببرد. با آغاز حملات ارتش اسرائیل به رفح، وزارت خارجه قطر میگوید پاسخ حماس به پیشنهاد آتش بس مثبت است و مذاکرات روز سه‌شنبه از سر گرفته می‌شود. قطر گفته هیئتی را برای ادامه مذاکرات به قاهره اعزام می‌کند. اسرائیل هم در حالی خبر از اعزام نماینده‌ای به این مذاکرات می‌دهد که انجمن خانواده‌های گروگان‌ها خطاب به فرستاده این کشور از او خواستند تا بدون انجام توافق باز نگردد. یکی از مقام‌های حماس به خبرگزاری رویترز گفته شرایط آتش بس مورد توافق این گروه شامل مبادله زندانیان اسرائیلی و فلسطینی در 3 مرحله است. مرحله اول و دوم هر یک شامل یک آتش بس 42 روزه است که در آن حماس 33 گروگان را برای مبادله آزاد می‌کند و اسرائیل باید به طور کامل از غزه عقب نشینی کند. مرحله سوم هم شامل تبادل اجساد و آغاز بازسازی بر اساس طرحی تحت نظارت قطر، مصر و سازمان ملل متحد خواهد بود. اسرائیل پیشتر گفته بود آنجا حماس با آن موافقت کرده با تقاضاهای این کشور بسیار فاصله دارد و از پذیرش آن سر باز زده است. کاخ سفید هم گفته تمرکز خود را بر پیشگیری از شکلگیری یک عملیات بزرگ در رفح خواهد گذاشت. در پی آغاز حمله اسرائیل به رفح یک مقام آمریکایی گفته بود به نظر نمی رسد عملیات نظامی بزرگی در کار باشد. شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید آقای خلدی. خبر موافقت حماس با طرح صلح با استقبال ساکنان غزه مواجه شد. الان خبر از ورود تانک‌های ارتش اسرائیل داریم به رفح. این حمله میتونه توافق رو با شکست روبرو بکنه؟ خدمتتون درود میفرستم خانم کیانی گرامی و همه مخاطبان ایران اینترنشنال. به نظر من به این سرعت نباید ناامید شد. اینکه هر دو طرف نمایندگانشون رو علارغم تشدید تنش‌ها به قاهره فرستادند تقریبا باید به فال نیک گرفته بشه، ولی از سوی دیگه اونجوری که انگلیسی‌ها توی زبان مسئله‌شون میگن خیلی هم نباید بیش از اونچه که در متن پیشنهاد مورد پذیرش حماس نوشته شده واقعا تفسیر و تعبیر بشه. اونچه که حماس پذیرفته پیشنهادی که از طرف مصر و قطر اعلام شده بود و اسرائیلی ها با وصف این که فقط به صورت یک وقفه انسان دوستانه نه آتش بس دائم این پیشنهادها رو میپذیرند با این پیشنهاد برخورد کرده بودند. بنابراین ما فعلا در یک وضعیت هر کسی از ظن خود شد یار من متاسفانه قرار داریم. و آمریکا و متحدانش پیشتر درباره حمله به رفح هشدار داده بودند. فکر میکنید که این حمله محدود به کنترل گذرگاه رفح باشه یا اینکه به تمام رفح گسترش پیدا خواهد کرد؟
این پرسشی که مطرح فرمودید خیلی پرسش مهمی هست، برای اینکه الان ببینید صدای هم طرف‌های در واقع شریک‌های افراطی کابینه آقای نتانیاهو در اومده، مبنی بر اینکه چرا تا الان یحیی سینوار و بیشتر در واقع این دو گردانی که میگن در رفح خودشون رو پنهان کردن باشون برخورد نشده یا شکار نشدن. بنابراین اگر اونها پاسخ بدن و توی این حملات خمپاره‌ای که ما از دیروز دیدیم و عرض کنم خدمتون هفته پیش هم حملات خمپاره‌ای انجام شده بود به اسکله شناوری که آمریکایی‌ها دارن می‌سازن برای اینکه از طریق دریا کمک انسان دوستانه برسونن و نیز موشک‌پرانی‌هایی که از شمال غزه شده، این رو ثابت می‌کنه که متأسفانه از نظر اسرائیلی‌ها عملیاتشون به طور کامل موفق نبوده و اگر همونجوری که حضرت عالی الان گزارش فرمودید تانک‌های اسرائیلی وارد شده باشن، حماس از هر جایی که تونل داره به نیروهای اسرائیلی حمله خواهد کرد و به نظر من لامحاله جنگ محدود نخواهد بود، موند به یک منطقه کوچک. و آقای خلدی، الان امروز قراره که مذاکرات توافق آتش بس احتمالی از سر گرفته بشه، ولی به نظر میاد که انگار با دو تا توافق روبرو هستیم، یه توافقی که اسرائیلیا موافقش هستند و توافقی که حماس موافقش هست. میشه آیا پیش بینی داشت از آنچه که امروز قرار اتفاق بیفته؟ به نظر من چیزی که اتفاق خواهد افتاد این هست که مجموعه فشار قطر و ایالات متحده بر حماس که حالا باید قطر رو ترک بکنه یا فشارهای دیگه‌ای که قطر خواهد آورد و فشار ایالات متحده بر اسرائیل وادار خواهد کرد دو طرف رو که بین این دو تفاوت که به نظر خیلی با هم هنوز فاصله دارند یک راه حل میانی پیدا بشه و من از این بابت خوشبین هستم که شاید تا قبل از 19 می ظرف یک هفته آینده یک توافق نصف نیمه ای حداقل برای 34 روز اول که بعضی از گروگان‌ها آزاد بشن بهش رسیده بشه. سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو. ممنونم. همزمان با حملات اسرائیل به رفح، هزاران نفر هشدار تخلیه فوری و حرکت به سمت مناطقی که اسرائیل توصیه کرده را دریافت کردند. دانیال هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، میگوید مردم غزه باید در مناطقی در المواسی و خان یونس که تحت عنوان مناطق انسان دوستانه تعیین شده حرکت بکند. در همین حال دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه اعلام کرده کابینه جنگ این کشور به اتفاق آرا به ادامه عملیات نظامی در رفح رأی داده است. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در واکنش به پذیرش طرح آتش بس از سوی حماس گفته واشنگتن و متحدانش در حال بررسی جزئیاتند. ما در حال بررسی پاسخ حماس و گفتگو درباره اون با متحدان منطقه خودمون هستیم. همونطور که میدونید رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا در منطقه حضور داره و همزمان روی این موضوع کار میکنه. تا زمانی که همه چیز مشخص نشه نمیتونم اظهار نظر بیشتری بکنم. امیدوارم این رو درک کنید. میدونم همه کنجکاو هستن بدونن در این پاسخ چی اومده و واکنش اسرائیل به اون چی هست، اما من جلوتر از روند نمیرم. هدف ما آزادی گروگان ها، برقراری آتش بس 6 هفته‌ای و افزایش کمک های بشر دوستانه است. وزارت خارجه آمریکا هم گفته فعلا نمیتواند موضعی رسمی را در مورد جزئیات این طرح اعلام بکند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر موضع این کشور در مخالفت با حمله اسرائیل به رفح پافشاری کرده. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا گزارش میدهد. ساعتی پس از اون که رسانه‌ها خبر دادند که پیشنهاد حماس برای آتش بس به دست اسرائیلی‌ها رسیده، در کنفرانس خبری وزارت خارجه ایالات متحده آقای میلر دریافت این پیشنهادات حماس رو تایید کرد، اما گفت نمیتونه در رابطه با این پیشنهادات و اینکه چه ویژگی‌هایی دارند به هیچ عنوان اظهار نظری بکنه. در طول کنفرانس خبری آقای میلر بارها از او سوال پرسیده شد که موضع ایالات متحده چه خواهد بود، بحث رفح چه خواهد
شد. آیا ایالات متحده با آنچه که اسرائیل ممکنه در رفح انجام بده موافق هست یا نه؟ در رابطه با خود پیشنهادات حماس آقای میلر صحبتی نکرد. بسیاری از رسانه‌ها در اسرائیل از این میگویند که حماس پیشنهاداتی که اسرائیل 10 روز پیش با میانجیگری قطر و مصر ارائه داده رو به کل دگرگون کرده. در جای جای اون متنی که تهیه شده بود پرانتزهای باز کرده، جملاتی اضافه کرده در رابطه با چند و چون تمام شدن جنگ، ضمانت‌های بعد از تمام شدن جنگ، چگونگی تمام شدن جنگ و آنچه که اسرائیل دریافت کرده به زعم مقام‌های اسرائیلی بسیار متفاوت است از آنچه که 10 روز پیش تسلیم دولت قطر کرده. کابینه اسرائیل گفته است که در حال بررسی این پیشنهادات هست، هیئتی را خواهد فرستاد و با این همه عملیات نظامی این کشور در رفح آغاز شده. در شرق رفح روز دوشنبه عصر به وقت محلی اسرائیل تحرکات نظامی اونجا مشاهده شده و بحث گذرگاه کریم شلوم هم همچنان بحث مهمی هست. از ایالات متحده به جد در حال پیگیری است. این گذرگاه گذرگاهی است که کمک‌های بشردوستانه و انسان دوستانه میتونه وارد رفح بشه و روز یک شنبه حماس به این گذرگاه حمله کرد، 3-4 سرباز اسرائیلی رو کشت. بعد از اون اسرائیل این گذرگاه رو بست و حالا ایالات متحده معتقده که این گذرگاه باید هر چه زودتر باز بشه. همزمان با اعلام موافقت حماس با چارچوب پیشنهادی مصر و قطر برای آتش بس در غزه، مقام‌های آمریکایی از توافق مهم با عربستان سعودی خبر می‌دهند که قرار است اسرائیل هم به آن بپیوندد. توافقی که آمریکا را موظف به تأمین امنیت عربستان سعودی می‌کند و می‌تواند به توافق عادی‌سازی ریاض و تل آویو ختم شود. مشابه پور محسن گزارش می‌دهد. چراغ سبز خامنه ای برای ایجاد ناآرامی در خاک عربستان سعودی، سرایا الاشتر بحرین، حوثی های یمن و حالا حجاج ایرانی، سلاح‌های تهران برای هشدار به ریاض، سایه توافق عادی سازی عربستان سعودی و اسرائیل بر سر خامنه ای. آیا او برای رهایی از کابوس صلح روابط تهران و ریاض را قربانی می کند؟ برایت وجود داشته است، جاری شده است، باید هم بمانه و باشه، لکن حج امسال حج برایت است بالخصوص. تازه ترین واکنش خامنه ای به مذاکرات صلح بزرگ در خاورمیانه، وقتی او از حجاج ایرانی خواست یکی از بحث‌انگیزترین بخش‌های مراسم حج را در خاک عربستان سعودی متفاوت از قبل برگزار کند، با محکومیت اسرائیل و آمریکا به دلیل جنگ در غزه، مراسمی که پس از انقلاب سال 57 با دستور روح الله خمینی به بهانه‌ای برای نفرت پراکنی علیه آمریکا و اسرائیل تبدیل شد. حج خونین سال 66 که به مرگ 275 ایرانی انجام. خمینی در واکنش به این اتفاق گفته بود اگر یک روز از صدام و مسئله قدس بگذرد از آل سعود نخواهد گذشت. اما اون مجبور شد هم با صدام صلح کند هم از عربستان سعودی بگذرد. جمهوری اسلامی هم تضمین کرد که مراسم براءت از مشرکین بعد از آن نهایتاً در جمع خود حجاج ایرانی برگزار شود. حالا اما در حالی که خاورمیانه غرق در جنگ و تنش است، خامنه‌ای خواستار سر دادن شعار علیه آمریکا و اسرائیل در مکه شده. آن هم در حالی که به گزارش بلومبرگ عربستان سعودی برخی شهروندان این کشور را به دلیل انتشار نوشته‌هایی در شبکه‌های اجتماعی علیه اسرائیل دستگیر کرده. در این شرایط درخواست خامنه‌ای میتواند به تنش بین تهران و ریاض بیانجامد، اگرچه این سخنان احتمالاً پیام هشداری برای حاکمیت عربستان سعودی بوده که این روزها درگیر مذاکرات پشت پرده با آمریکا برای رسیدن به توافقی بزرگ بین واشنگتن، ریاض و تل آویو است. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 دیپلمات خبر داده که واشنگتن و ریاض بر سر یک قرارداد امنیتی به توافق نهایی رسیدند، توافقی که آمریکا را متعهد به تضمین حفاظت از عربستان سعودی می‌کند تا سلاح‌های پیشرفته‌تر نظامی و فناوری‌های هسته‌ای غیر نظامی در اختیار ریاض قرار دهد و در مقابل ریاض خرید سلاح از چین را متوقف کند و همکاری‌های اقتصادیش با پکن هم محدودتر شود. آمریکا انتظار دارد که نتانیاهو این فرصت تاریخی را برای عادی‌سازی روابط با ریاض از دست ندهد و به این توافق بپیوندد. اما عربستان سعودی که مدت هاست برای توافق با اسرائیل آماده شده، یک پیش شرط دارد.
حل مشکل غزه، آتش بس در مقطع فعلی و بعد حل کل بحران. چنین توافقی شرایط دفاعی اسرائیل را در مقابل خطر تهدیدات جمهوری اسلامی تقویت می‌کند. در ماه‌های اخیر وزیر خارجه آمریکا چند بار فاش کرد که قرار بود 10 اکتبر سال گذشته توافقی سه‌جانبه شکل بگیرد، اما حمله حماس به اسرائیل مانع شد. چند روز پیش از حمله حماس به اسرائیل، جمهوری اسلامی با اصرار بر قرارگیری سردیس قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در یک مسابقه فوتبال بین تیمی از عربستان سعودی و تیمی از ایران، بحرانی سیاسی ایجاد کرد و خامنه‌ای هم خیلی سریع توافق عادی‌سازی با اسرائیل را شرط بستن روی اسب مرده خواند. پس از حمله حماس به اسرائیل هم وزیر خارجه ایران بارها با خوشحالی تاکید کرد که با آغاز جنگ در غزه دیگر کسی از توافق عادی‌سازی با اسرائیل حرف نمی‌زند. حالا در شرایطی که آتش‌بس در غزه و توافق بزرگ بین اسرائیل و عربستان سعودی محتمل به نظر می‌رسد، جمهوری اسلامی آخرین سلاح‌هایش را بیرون کشیده. دو حمله سرایا الاشتر بحرین به ایلات اسرائیل در همین راستا انجام شده. گروه شبه نظامی مخالف حکومت بحرین که آمریکا آن را تحریم کرده و سرانش تحت حمایت جمهوری اسلامی در ایران زندگی می کنند. بحرین متحد استراتژیک سعودی هاست و این تحرک پیامی برای ریاض است. همچنان که حوثی ها شبه نظامیان شیعه مورد حمایت تهران در یمن، دور جدیدی از حملات را علیه منافع اسرائیل و آمریکا در دریای سرخ گشودند. خامنه‌ای چهارشنبه گذشته هشدار داد در صورت توافق کشورهای عربی با اسرائیل، مردم این کشورها علیه حکومت‌هایشان شورش می‌کنند. عمدتاً کشورهای عرب روابطشون رو با رژیم صهیونیستی عادی هم بکنن، این مشکل رو حل نمی‌کنه. مشکل رو متوجه می‌کنه به خود دولت‌های اونها. ملت‌ها به جان خود اون دولت‌ها خواهند افتاد. حالا دعوت او از حجاج ایرانی برای سردادن شعار علیه اسرائیل و آمریکا در خاک عربستان سعودی احتمالاً یک مرحله از این برنامه جمهوری اسلامی برای شکل دهی ناآرامی در این کشور است، یا لااقل هشداری به ریاض. عربستان سعودی به رهبری محمد بن سلمان شاهزاده سعودی از 3 سال پیش با یک چرخش سیاسی چشمی در سیاست خارجی تلاش کرده از تمام شرکا و رقبایش به عنوان یک برگ در قمار سیاسی استفاده کند. توافق عادی‌سازی روابط با جمهوری اسلامی در همین راستا بود. همینطور نزدیکی به چین برای امتیازگیری از آمریکا، عربستان سعودی به شکل واضحی پیشرفت اقتصادی و دوری از تنش و جنگ را اولویت خود قرار داده، برخلاف علی خامنه ای که حاضر است منافع ایران را پای ماجراجویی هایش در منطقه ذب کند. دوست دیرین جنگ و دشمن قدیمی صلح در منطقه. مشتبه پور محسن، لندن. به ادامه خبرها میپردازیم. بشنوید که فرمانده نیروی انتظامی با اعتراف به همه‌گیر شدن حجاب اختیاری در کشور گفته که باید در مقابل این تهاجم خیابانی زنان ایرانی ایستاد. احمد رضا رادان در نشست هماندیشی معاونین و مدیران کل امور مجلس وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی گفته که دشمن امروز به همین سبب به دنبال کارزار خیابانی است و از این طریق می‌خواهد اذهان را تسخیر و جامعه را ناامن جلوه بدهد. فرمانده نیروی زامی در این حال گفته که حجاب یک موضوع کاملا اجتماعی و فرهنگی است، ولی امروز که عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت سرریز شده، باید با اقدام انتظامی از آسیب بیشتر آن جلوگیری کرد. فرمانده نیروی انتظامی چادر زنان را پرچم کشور خوانده و گفته دشمن تا پشت در خانه های ما آمده و به دنبال گرفتن چادر از بانوان است و در اینجا ما باید پای کار باشیم و این اجازه را به دشمن ندهیم. در حالی که رادان در روزهای گذشته بر عدم توقیف خودرو و حمل با جرثقیل در چارچوب طرح نور تاکید کرده بود، گزارش های دریافتی از ادامه این روند غیر قانونی و توقیف و حمل خودروها از سوی نیروهای پلیس حکایت دارد. همزمان گزارش شده که مزاحمت‌ها و برخوردهای غیرقانونی نیروی انتظامی با شهروندان در مناطقی از کشور ادامه دارد. این ویدیو خیلی هم واسه ایران اینترنشنال اینجا
20 متری اکثریت تا هر سه طرف چهار طرف چهار راه چیز بودشون یا شهر شد نمیدونم مردم چی میخوان چی میخوان به خودشون بیان این ویدیو اتفاق میشه واسه ایران اینترنشنال خونزه اردیبهشت در میدان صنعت چند روز پیش رئیس پلیس تهران آقای رایدان لطف کردن گفتن ماشینی که واسه حجاب میخوابونن حق ندارن با جرثقیل ببرن و خود راننده ببره پارکینگ از روزی که این خبر رو اعلام کرد همینجور جرثقیل گذاشتن ماشینا رو دارن میگیرن میبرن پارکینگ با جرثقیل دقیقا حرفی که میزنم برعکسه ببین چجوری مردم رو بزید تحتیل حسیل که همجور دارم میگیرم خدا لعنتتون کنه آقای رادان یکی از این حرفایی که میزنید رو حرفتون وایسید اول که میگی ما فقط تذکر میدین دخترها رو که به قصد کش میگیرید میزنید اینور میگید با جرثقیل حق ندارم ببرم در صورتی که ما داریم جرثقیل میبینیم نه یه ماشین دارم میزن رو جرثقیل ببرم همکارم فرزانه بصرپور میگوید صحبت‌های متناقض احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی به دلیل انتقاداتی است که برخی جریان‌ها در حکومت به شیوه برخورد نیروی انتظامی با زنان دارد. انتقادات به دستگاه‌های حاکمیتی در خصوص طرح نور بسیار افزایش پیدا کرده و به نوعی رادان میخواد توجیه کنه رفتار سرکوب گرانه پلیس و نیروی امنیتی رو علیه زنان از اونجایی که جمهوری اسلامی در قبولاندن ارزش‌هاش ناتوان بوده الان راه حلی جز برخورد پلیسی نمیبینه ناظران داخلی هم این روزها یادداشت‌ها و به هر حال مصاحبه‌هایی که میکنند تاکید میکنند که این رفتار نیروی امنیتی و اصلا حکومت نه تنها به دیندار کردن جامعه کمکی نمیکنه بلکه اون بخش دیندار رو هم از داشتن حجاب در واقع منصرف میکنه یا متزلزلشون میکنه همین امروز محمد مهاجری از ستون نویسان سابق روزنامه کیهان بود از جرگه اصولگرایان محسوب میشه یا داشتی در روزنامه اعتماد نوشته بود و به رادان گفته بود شما دارید با زنان بی حجاب برخورد میکنید یا با بی حجابی چون کاری که انجام میدید برخورد صرفا با بانوان در کوچه خیابان هست اون هم اونها تا 50 قدم اون طرف در شالشون رو دوباره بعد از یه تذکری که شما میدید دوباره از سرشون میندازن پس شما با زنان دارید برخورد میکنید با علت ماجرا یا بی حجابی نمیتونید هیچ در واقع برخوردی رو صورت بدید و اساسا روشی رو هم که به کار گرفتید یک روش شکست خورده است محمد مهاجری هشدار داده که نتیجه این بگیر و ببند ها التهاب بیشتر در جامعه خواهد بود و اینکه مثل زخم ناسوری میشه بر تن جامعه و میتونه یک فاجعه دوباره ای رو بیافرینه هشدار داده که حاکمیت دست از این سرکوب ها برداره ضمن اینکه پلیس هم تمام توانش رو برای اعمال زور علیه زنان به کار میبره نهایتا کمکی به حل مسئله حجاب در ایران نخواهد کرد خود مهاجری معتقد به حجاب هست ولی به رادان پیشنهاد کردی که یک شب با خانواده محجبش تو همین خیابان‌های شهر تردد کنند ببینند که چقدر مردم گله‌مندند از رفتار پلیس بنابراین می‌شود گفت که این تناقضاتی که در صحبت‌های رادان هست برمیگرده به انتقاداتی که به از سوی خود به حال اصولگرایان یا جامعه مذهبی به حاکمیت و دستگاه انتظامی میشه مبنی بر اینکه چرا با زنان اینطور برخورد میشه کمیسیون آمریکایی برای آزادی مذهبی بین المللی در بیانیه‌ای با اشاره به سرکوب زنان در ایران برای مقابله با حجاب اجباری خواستار تحریم‌های بیشتر علیه مقام‌های جمهوری اسلامی به خصوص مقام‌های امنیتی شد در بیانیه این کمیسیون آمده آمریکا با هماهنگی متحدانش تحریم‌های بیشتری را علیه جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات نظامی و عملیات مخرب سایبری وضع کرده و حالا باید مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب حقوق بشر که تحت حمایت قوانین بین‌المللی است پاسخگو کند.
در بیانیه این کمیسیون آمده هدف حکومت از اعمال حجاب اجباری تنها هدف قرار دادن زنان نیست، بلکه تلاش در راستای سرکوب گسترده هر صدای مخالفی است، از جمله صدای فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا، دانشجویان و هنرمندان. این کمیسیون با اشاره به بازداشت‌های اخیر در ایران می‌گوید موج تازه بازداشت‌ها تنها چند هفته پس از آن صورت گرفت که هیئتی از کارشناسان سازمان ملل به این نتیجه رسیدند که سرکوب به دلیل حجاب اجباری و سایر موارد نقض آزادی مذهبی در ایران جنایت علیه بشریت است. این کمیسیون همچنین از دولت آمریکا خواسته تا با اعمال تحریم‌های بیشتر اموال نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی را که مسئول نقض حق آزادی مذهب و عقیده‌اند مسدود کرده و از ورود آنها به آمریکا جلوگیری بکند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از همین شهر با ما همراه شد. خیلی خوش آمدید آقای قائدی. با توجه به اینکه نهاد آزادی‌های مذهبی آمریکا یک سازمان دولتی است، آیا باید در انتظار این بود که رویکرد آمریکا در تشدید تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر ایران افزایش پیدا بکنه؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. درست میگید، نهاد آزادی مذهبی یک سازمان دولتی فدرال دو حزبیه که در واقع زیر نظر کنگره اداره میشه، و اما موضوع اینه که این نهاد مشورتیه، یعنی خودش مستقلا نمیتونه تحریم‌های رو وضع کنه، بلکه میتونه به کنگره آمریکا، به رئیس جمهور آمریکا و به وزارت خارجه آمریکا توصیه هایی کنه در خصوص تحریم‌های بیشتر. اما اگر که در یک ماه گذشته روند تحریم‌ها رو ببینیم، می‌بینیم که قوت و شدت بیشتری گرفته و تحریم‌های بیشتر هدفمند که کمتر مردم ایران و بیشتر مقامات جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن بیشتر دارن دنبال میشن. مثلا ما در یک ماه گذشته قانون مهسا رو داریم که مقام رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و نهادهای تحت امر رهبری رو بیشتر تحریم کردن. و خب کمیسیون آزادی‌های مذهبی هم الان در گزارشی که داره تاکید داره که همون قانون مهسا بیشتر در واقع اجرا بشه و به شکل جدیدتری اجرا بشه، و اون قانون پیچیده‌ایه که توش رئیس جمهور باید به کنگره چون گزارش بده، بنابراین میتونه جدیدتر از قوانین دیگه‌ای باشه که تا الان وضع شدن، و این در دنباله تحریم‌هایی که در حدود چند هفته قبل هم در خصوص برنامه‌های نظامی ایران و تحریم‌های سایبری وضع شد. بنابراین ما مجموعه و تصویر بزرگتر رو که می‌بینیم اینه که آمریکایی‌ها دارن اقدام می‌کنن، حالا در یک مواردی با همکاری اروپایی‌ها، برای اینکه یک کارزار تحریم‌های بیشتری علیه مقامات جمهوری اسلامی رو پیش ببرن، و این گزارشی هم که اومده میتونه یک مقدمه باشه برای اینکه شاید حتی تحریم‌های بیشتری هم این بار با تمرکز بیشتر بر موضوع حقوق بشر وضع بشه. آقای قائدی، اساساً چرا دولت بایدن و حالا سایر دولت‌های همپیمان آمریکا در تحریم‌های حقوق بشری و پیگیری حقوقی ناقضان حقوق بشر در ایران چندان جدی نیستن؟ خب اگر که به شکل تاریخی بخوام این رو نگاه کنیم، اروپایی‌ها در دهه 90 در مذاکراتشون با جمهوری اسلامی یکی از پایه‌های مذاکراتشون موضوعات مرتبط با حقوق بشر بود، اما در دهه 2000 بعد از اینکه به خصوص موضوع هسته‌ای ایران به صدر موضوعات اساسی مورد مذاکره اومد، تمام تحریم‌ها و تمام مذاکرات رفت حول محور هسته‌ای، به این دلیل که اون به عنوان یک موضوعی که علیه صلح و امنیت بین‌المللی بود مورد توافق بود. مضاف بر این که نه تنها اروپایی‌ها، نه تنها آمریکایی‌ها، بلکه حتی میتونستن در اون زمینه چینی‌ها و روس‌ها رو هم با خودشون همراه کنن، چون می‌دونیم که چینی‌ها در مورد تحریم‌ها یا موضوعاتی که به سیاست داخلی کشورها برمی‌گرده، به خصوص مرتبط با دموکراسی و حقوق بشر، معمولاً همراه نمیشن، اما در مورد هسته‌ای میتونن همراه بشن. و بعد هم که ما در 2013، 14 و 15 یک گشایشی داشتیم به این شکل که برجام به این سمت رفت که جلو بره، و بنابراین تحریم‌ها و اساساً اون موضوعاتی که تنبیه هستن از دستور کار خارج شد. اما
ما در ماه‌های اخیر اینو می‌بینیم که مقامات آمریکایی رفتن به سمت اینکه تحریم‌ها رو به شکل هدفمندتر انجام بدن و من فکر می‌کنم که با همین مقدمه‌ای که الان داشتیم به سمت این بریم که تحریم‌های حقوق بشری بیشتری هم داشته باشیم، با توجه به اینکه قانون مهسا هم چند هفته پیش به تصویب رسید. و یک نکته‌ای که در گزارش اخیر به نظرم نکته‌ایه که می‌تونه خیلی جدی تلقی بشه و قابل توجه اینه که صحبت از نقض حقوق بشر شده و اگر که این موضوع رو بخوان پیش ببرن این میتونه حتی به شکل جدیتر، نه البته توسط آمریکایی ها چون آمریکایی ها عضو دیوان کیفری بین المللی نیستن، اما توسط شرکای اروپاییشون در دیوان کیفری بین المللی هم به عنوان یک موضوع جدی پیگیری بشه. سپاسگزارم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از پایتخت ایالات متحده همراه ما. ممنونم. بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه 17 اردیبهشت در شهرهای اصفهان، رشت، تهران، زنجان، اهواز، اردبیل، تبریز، خرم‌آباد، شیراز، بندرعباس، همدان و کرمانشاه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمع کردند. از مقام‌های عالی رتبه وزارت خزانه‌داری آمریکا برای گفتگو با مقام‌های مالزی و سنگاپور در مورد نقض تحریم‌های تهران و پیامدهای آن به جنوب شرق آسیا رفته. به گفته سفیر آمریکا در کوالالامپور، مقامات واشنگتن با همتایان خود مذاکرات بی‌پرده‌ای در مورد مشکلات و تهدیدهای مشترک خواهند داشت. بنابر گزارش‌های متعدد، بیشترین صادرات نفت ایران که در نهایت به چین می‌رود از طریق انتقال کشتی به کشتی یا تغییر ماهیت مبدأ نفت در آب‌های مالزی، سنگاپور یا حتی اندونزی صورت می‌گیرد. برای جزئیات بیشتر با توماج تاباز همکارم در تایلند همراه میشیم. توماج، بیشتر بشنویم از تو از این سفر و گزارش‌هایی که منتشر شده.
الناس این سفر از ششم ماه می آغاز شده تا نهم ماه می هم ادامه پیدا خواهد کرد. میبینیم که روسای زیادی هم هست. دو تا مقام ارشد آمریکایی این سفر رو انجام میدن. در اصل دو مقام ارشد معاون وزیر خزانه داری و مشاور ارشد امور حقوقی در واقع وزارت خزانه داری آمریکا. در اصل بنا به گزارش ها برای مقابله با اون چیزی که تامین مالی تروریسم توسط تهران عنوان شده و همینطور نقض تحریم های روسیه و کلا مقابله با سازمان های به اصطلاح خیریه که برای حماس و گروهای شبه نظامی فلسطین احتمالاً پول میفرستن. این سفر به یک دلیل اساسی اما اهمیت بسیار زیادی داره، همونطوری که گفتی، انتقال کشتی به کشتی نفت و تغییر مبدأ نفت، نفتی که اساساً از ایران به چین میره و مهمترین صادرات نفتی ایران هست با وجود تحریم‌های گسترده آمریکا و متحدانش. ادگارد کاگان سفیر ایالات متحده در کوالالامپور گفته که مطمئن هستش آمریکا که دولت مالزی موضع این کشور در قبال کشتی به کشتی کردن نفت رو، نفتی که مشمول تحریم‌ها میشه رو درک می‌کنه و همینطور متوجه تأثیر بالقوه این وضعیت و نقض تحریم ها هم هست. آقای کاگان نگفته که منظورش چه تأثیری هست و احتمالاً قراره آمریکا تحریم های تازه‌ای رو به مالزی یادآوری بشه بکنه یا نه. البته تا همین الان هم میدونیم که شماری از شرکت ها و افراد از جمله در مالزی به خاطر نقض تحریم های ایران هدف تحریم قرار گرفتن. کاگان در ضمن گفته که انتظار مذاکرات بی پرده‌ای رو میکشه مشخصاً برای توضیح موضع آمریکا در مورد مبارزه با تهدید مشترک یا تهدیدهای مشترکی که در جهان وجود داره. وزارت خزانه داری آمریکا بیانیه‌ای داده، تاکید کرده که از آغاز سال جاری میلادی اقدامات مهم و چشمگیری برای مقابله با به اصطلاح اون انتقال غیرقانونی نفت ایران برای ارسال به مشتری‌ها مشخصا در شرق آسیا که باز هم مشخص اینجا چین هست، هر چند اسمی ازش برده نشده، این در واقع اقدامات مشخصی انجام شده. از جمله در این بیانیه هم باز به کشتی کردن نفت، یعنی انتقال کشتی به کشتی نفت در مالزی و سنگاپور اشاره شده. نفت رو در واقع از ایران میبرن در اون آب‌های حالا اطراف آب مالزی، جنوب مالزی و اساسا سنگاپور و بخشی هم از اندونزی به کشتی تازه انتقال میدن یا مبدأش رو اساسا تغییر میدن و بعد این کشتی‌ها میرن به پالایشگاه‌های عمدتاً خصوصی نفت. گزارش‌های مختلفی در مورد انتقال نفت هست، همینطور تحریم‌ها و اقدامات تازه دولت آمریکا. ما می‌دونیم تحلیل‌های زیادی هم هست که دولت بایدن شش ماه به انتخابات قصد نداره کاری هم بکنه که باعث بالا رفتن قیمت سوخت بشه. در نتیجه باید دید کلاً این گام‌های تازه آیا تاثیر عملی دارن و تا چه حد تاثیر خواهند داشت. مشکرم از توضیحات تو ماجتا عباس همکارم از تایلند همراه ما. در یک نوآوری علمی، پژوهشگران دانشگاه سیدنی توانستند گاز متان مراکز جمع‌آوری زباله را تبدیل به سوخت جت کنند. تعهدات بین المللی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای مسیر را برای نوآوری‌های تازه باز کرده و تولید سوخت جت از گاز مراکز زباله یکی از این نوآوری‌هاست. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همایون خیر. پژوهشگران در استرالیا توانستند در مقیاس آزمایشگاهی از زباله سوخت هواپیمای جت تولید کنند. ابداعی یک فرایند شیمیایی جدید امکان تبدیل گازهای حاصل از زباله به سوخت را فراهم کرده. با این فرایند که به نام پلاسمای غیر حرارتی شناخته می شود، نه فقط سوخت ارزان بلکه می توان برق رایگان نیز تولید کرد. فکر میکنم اثرش خیلی قابل توجه باشه، چون یک روش برد برده. میخوایم گازهایی رو که از محل دفن زباله متساعد میشن جمع آوری کنیم. از طرف دیگه صنعت حمل و نقل هوایی هم تقریبا 3% گازهای گلخانه‌ای جهان رو تولید میکنه. بنابراین معلومه که بدون راه حل‌های جدید نمیشه تولید گازهای گلخانه‌ای رو به صفر رسوند. مراکز جمع‌آوری زباله یکی از بزرگترین منابع آلاینده شهری و روستایی هستند. علاوه بر کمبود جا برای نگهداری زباله ها، عوارضی نظیر انتشار گازهای بدبو و تولید شیرابه باعث اختلال در زندگی ساکنان اطراف این مراکز می شود. یک روش جدید این است که زباله ها در مکانهای بسته تلمبار شوند تا گازهای تولیدی از آنها قابل جمع‌آوری باشد. نیوزیلند و استرالیا در این زمینه پیشرو هستند. در استرالیا هر سال 28 میلیون تن زباله در مراکز جمع‌آوری انبار میشه. این منبع با ارزشیه که میتونیم ازش ماده خشک و انرژی تولید کنیم. در این محل هر سال 2 میلیون متر مکعب گاز متان تولید میشه که برای پر کردن 500,000 بطری گاز پیکنیکی کافیه. متانی که از منابع انباشته زباله جمع‌آوری می‌شود، سوختی زیستی است،
چون حاصل تجزیه مواد خوراکی است. چنین گازی میتواند جایگزین متانی شود که از سوزاندن سوخت‌های فسیلی به دست می‌آید. برآورد شده که متان به دست آمده از منابع انباشت زباله در استرالیا 10% از نیاز مصرفی این کشور را تأمین می‌کند. بله، ما ثابت کردیم که به شیوه علمی میشه از این متان سوخت هواپیما تولید کرد. کاری که حالا باید انجام بدیم کارهای مهندسی اونه که کارایی این سوخت رو افزایش بدیم. تعهد کشورهای مختلف جهان برای استفاده کمتر از سوخت‌های فسیلی و کاهش گازهای گلخانه‌ای راه را برای نوآوری علمی باز کرد. استفاده از روش پلاسمای غیر حرارتی برای تبدیل زباله به سوخت هواپیما از جمله این نوآوری هاست. سوختی ارزان که هزینه سفرهای هوایی را نیز کاهش خواهد داد. هماین خیری، لندن. تصاویر زنده رو دارید تماشا میکنید از هند و مرحله سوم انتخابات عمومی هند هست که ساعتی پیش آغاز شده. این مرحله از انتخابات شامل ایالت‌های از جمله آسام، بیهار، گوا و گجرات میشه. انتخابات هند میدونیم که بزرگترین انتخابات جهان هست با بیش از 1 میلیارد واجد شرایط رأی دادن. این انتخابات از 31 فروردین ماه آغاز شده تا 12 خرداد ماه ادامه پیدا خواهد کرد. دو حزب بهاراتیا جاناتا با رهبری نارندرا مودی نخست وزیر هند و حزب کنگره ملی به رهبری سونیا گاندی رقیبان اصلی این انتخابات هستند. میدونید که این انتخابات 7 مرحله‌ای هست و در این سومین دور از انتخابات 7 مرحله هند که در جریان 11 ایالت برای 93 کرسی پارلمان رقابت میکنند. تصاویر زنده از هند رو دارید تماشا میکنید. اولین دوشنبه ماه مه بزرگترین جشن مد سال در آمریکا معروف به مت گالا هست. امسال تم لباس به عنوان باغ زمان بوده. صدها هنرمند جذابترین لباس ها و جواهرات را به نمایش گذاشتند. ببینید. این تصاویر به پایان این بخش خبری هم میرسیم. ممنون که تا این لحظه با من همراه بودید. ساعت 9 صبح به وقت تهران مجدد با یک بخش خبری دیگر با شما خواهم بود.